هر نعمتی که خداوند نعمت معرفی کرده بلا فاصله بعدش اجازه استفاده کردن را داده، یا به تعبیر دیگر گفته این حلال است. حلال یعنی چراغ سبز روشن کردن برای استفاده از اشیای موجود، چه خوردنی باشد، چه پوشیدنی باشد، چه نوشیدنی باشد، چه مادی باشد، چه معنوی باشد. هر چیزی که خداوند اون را حلال نموده، بدانید که اون چیز مفید هست و بدانید که اجازه دارید از اون استفاده بکنید و بدانید که هر چیز، هر اندازه که خود را به حلال خدا نزدیک بکنید، به مراتب به خدا نزدیک کردید. این قاعده هست. برای اینکه بتوانیم خود را روز به روز به خدا نزدیکتر کنیم، باید نعمت‌های خدا را بشناسیم و با نزدیکی به نعمت‌های حلال خداوند کم کم خود را به رضای خدا برسانیم. برعکسش هم صحیح است. هر چیزی که خداوند اون را معصیت معرفی کرده و لقب گناه به اون داده، این را بدانید که خاصیت هر حرام و هر گناه و هر معصیت مضر بودن هست، ضرر در دین انسان، ضرر در عقل انسان، ضرر در جان انسان، ضرر در ناموس و شرف و اعتبار و حیثیت و شرافت و کرامت انسان، ضرر در جسم انسان. پس حرام و چیزی که خداوند اون را به عنوان گناه معرفی کرده، خیری در اون نیست. و هرچی بندگان خدا به این حرام که گناه هست و معصیت هست خودشان نزدیکتر بکنند، از خدا دورتر می شوند. و هر کسی که با نزدیکی به حرام از خدا دور شد، امیدی به رحمت خدا نداشته باشد، امیدی به مغفرت خدا نداشته باشد، امیدی به برکت نعمتهای خدا نداشته باشد، امیدی به توفیق خدا نه در دنیا و نه در آخرت نداشته باشد، امیدی به لطف و کرم و سخاوت خدا و حمایت خدا نه در دنیا، نه هنگام مردن، نه در برزخ و قبر. نزدیک شدن به ممنوعات، نزدیک شدن به اون چیزی که خداوند و رسول خداوند صلی الله علیه و سلم اون را گناه معرفی کرده، یعنی نزدیک شدن به بی‌آبرویی، بی شخصیتی، بی هویتی، یعنی نزدیک شدن به هر گونه پلیدی ها، نجاست ها، ضرر ها. و هرچند که دایره گناه را توسط خودت وسیع‌تر کنید، این را بدانید که جهنمت را تضمین کردی و وسیع‌تر کردید، چون با هر معصیت دری در جهنم برای تو در نظر می‌گیرن. و در دنیا هم هیچ احدی خیری از گناه ندیده. چیزی که خدا اون را معصیت معرفی کرده، اگر خیری درش بود، اگر خیری در شراب بود، اگر خیری در قلیان و سیگار و تنباک و تتن و اگر خیری در مواد مخدر بود، خداوند اول به پیامبرش اجازه میداد، بعد به یاران وفادارش، بعد به انصار و مهاجر اجازه میداد که اون خیر رو استفاده بکنند. پس بدانید که خیری در گوشت خوک نیست، خیری در ربا نیست، خیری در کفر و شرک و معصیت و گناه نیست، خیری در تفرقه نیست، خیر در اتحاد و انسجام است، خیری در دشمنی نیست، خیری در بخیلی نیست، خیری در بهتان و تهمت نیست، خیری در غیبت کردن دیگران نیست، خیری در مسخره از مؤمنین و انسانها نیست، هیچ خیری در شری وجود ندارد و هیچ شری هم در خیر وجود ندارد.
چیزی که خداوند گفته خیر از شر درش نیست، با کمال اطمینان خود را به اون خیر نزدیک کن. ولی باید بدانید چه چیزی خدا گفته خیره. خیر اون چیزی است که الله گفته خیره، نه اون چیزی که ما میگیم خیره. خیلی چیزها شاید ما بگیم خیره و استفاده میکنیم و انجام میدیم، در صورتی که دین اون را تأیید نمیکند. پس هیچ خیری هم در معصیت و شر نیست. وقتی خداوند چیزی را شر معرفی کرده، اگر کل انسانهای روی زمین همه اون را خیر معرفی بکنن و همه لباس خیر بر تن شر بکنن و شر را جلوه خیر و زیبا بدهند، باز هم محتواش عوض نشده. خداوند خالق انسانها و خالق اشیاست، ظاهر باطن همه مخلوقاتش را میداند. ما باید با انجام کارهای خیر خود را به الله نزدیک بکنیم. الله صاحب نعمت هست، نعمت را در منتهای محبتش نسبت به بندگانش برای بندگانش قرار داده که استفاده بکنن. هیچ فرقی بین نعمتهای مادی و معنوی خدا نیست.